سلام، روزتون بخیر. اسم من آرتمیسه. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. من بالاخره بعد از 3-4 سال تصمیم گرفتم دوباره برگردم یوتیوب و ویدیو طولانی بذارم. چند وقت ویدیوهای کوتاه میذاشتم، ولی ته قلبم میخواست که براتون ویدیوهای طولانی بذارم، چون واقعا خوشم میاد از ویدیو درست کردن، صحبت کردن با شما، ادیت کردن. کلا یه چیز مورد علاقه منه. آره، خلاصه تصمیم گرفتم برگردم ویدیو بذارم. خیلی همین چند وقت برای خودم بهونه می آوردم، همین گفتم ولش کن، صدا بده، فلان بده، این بده، اون بده، دوربین شارژ نداره، باتری نیست، فلان نیست. هر سر خودم بهونه می آوردم تا اینکه گفتم بس دیگه، قرار گندم بزنم، پاشو گند بزن، اشکالی نداره، اصلاً میکنم اینجوری میگم. ولی واسه کاری که دوست داریم باید اون قدمه رو برداریم، هر چقدر که سخت باشه، هر چقدر که بهونه بیاریم، تهش میدونی که اون کار دلت بخواد انجام بده. بعد از یه جای شروع کنید دیگه. خلاصه اومدم براتون ویدیو بذارم، میخوام ولاگ بذارم از کاری که میکنم، روتینم، شاید کتابی که خوندم دارم میخونم براتون بذارم دیگه. همین دیگه، شاید هم بریم بیرون، نمیدونم. یه کبوتر آمد تو بالکن. آره، من هر روز برای کبوتر رو دونه میریزم. حالا اینجا سکر بتونم ازش فیلم میگرم براتون. خب خلاصه منم براتون دیلی ولاگ بذارم از کاری که میکنم، از روتینم، کتابی که میخونم، فیلمی که میبینم و از اینجور چیزا. بر امروز تازه از خواب بیدار شدم. اگه نورم بده مثل اینه که هوا خیلی ابریه امروز و نور نداریم اونقدر. از اونجایی که پاییزم شده کلا نور کم شده. حالا بعد یه فکر واسه اونم بکنم. آره خلاصه داشتم میگفتم دیگه، گفتم که اگه میخوای کار شروع کنی انقدر بهونه نیار، کمالگری نکن، حتی اگه قراره که خرابش بکنی پاشو شروع کن، شاید یه نشونه باشه برای تو. من به محض بیدار شدن از خواب یه دفتر دارم بغل تختم که تا بیدار شدم هنوز به هیچی فکر نکردم، دست به گوشی نزده و اینا. میرم سراغ این دفترم، هر چی که تو مغزمه، تو ذهنمه، نگرانیمه، ناراحتیمه، اعصاب خردیمه، خوشحالیمه، هر چی که هست و مینویسم توش. اینو از خانم جولیا کامرون یاد گرفتم، خیلی خوبه، یعنی فوق العاده است. اگه انجام بدید کاملا معتادش میشید، چون که خیلی توی روحیتون، تو حالتون، تو روزتون خیلی تاثیر داره. جولیا کامرون میگه 3 صفحه آچار پشت و رو، ولی من بعضی وقتا کمتر مینویسم و همون هم جواب میده. آره، اول از همه اون انجام میدم، بعد از انجام دادن اونم میرم دوش نمک میگیرم و صبحونه و باشگاه و به گربه ها غذا میدم، به پرنده ها غذا میدم. الان از همش برای شما ویدیو میذارم. هم دیگه خیلی خوشحالم که دوباره دارم ویدیو ساختن شروع میکنم. یکی از گربه هام رو تخت خوابه و من نمیتونم الان رو تختی مو بندازم، لافه هم بندازم، ولی شما تا بیدار میشید لافتون رو بندازید که روزتون قشنگ تر شروع شه. شروع نکرده یه حادثه رخ داد، دستم گیر کرد لای پنجره و اینجوری توش خون مرده شد. وای درد داره، هم یخ بذارم چجوری برم بگذارم. از اونجایی که از اون روزا بود که دارم نمیخواست صبحونه بخورم، یه دونه از این کوکی گردویه با جوی دو سرپرک و گردو و گارلک اینو میخوام بخورم با قهوه. بچه ها به گیاهاتون هر الان که زمستون رو نظر من هر 10 روز یه بار آب بدید. مرغ میخوام بخورم. من برم نهار بخورم. یوتیوب گذاشتم، خوتنه،
آیپدم شارژ نداش بس همین تکیه گاه شد اینجا. اینم زیاد شارژ نداره، یعنی من همیشه هیچ وسیله ایم شارژ ندارم. این کتابیه که من الان دارم میخونم، کتاب فرنز وسطاشم. میتونم بهتون میگفتم کتابی که الان دارم میخونم کتاب فرنز برای چندلر. اگه شما مثل من از عاشقان فرنز هستید، متیو پری این کتاب نوشته، راجب زندگی نامشه، راجب ترومایی که تو بچگی داشته با مامانش، باباش، طلاقشون، درگیرش به اعتیاد، راجب این صحبت میکنه که احساس عدم کافی بودن میکرده، با چه میدونم مثلا وارد یه رابطه میشده با یه نفر از ترس اینکه اون طرف ولش کنه خودش کات میکرده، هی دراگ پشت دراگ، قرص، مواد، الکل، مریضی. بعد راجع به باباش صحبت میکنه، خانوادهش. ته کتاب هم یه سری عکس داره، زیاد بهتون نشون بدم. این خودش و باباش، این خودش و باباش و مامانش فکر میکنم. این مرسی مامانش بود. خلاصه آره یه 20 صفحه عکساشه، بقیهش داستانشه. نظر من قشنگ ارزش خوندن رو داره. خودم گل بخرم ولی یار قشنگم به هم گل خریده خواهی خیلی گل چون خوده میخوام بچینمشون. یه سری چیز میزم در رابطه به نگهداری گل بهتون یاد میدم که بیشتر گلتون براتون بمونه. نکته اول اینکه گلدوناتون رو پر آب نکنید، همینقدر یا کمتر هم کافیه. ببینید انقدر. بعد از این سفید کننده ها با گیاهاتون میریزید هر کدوم یه قطره. فرق نکنه چیزی، فرق نداره چه سفید کننده ای. خب باعث میشه که ساقه گیاهاتون بوبت نگیره، حالت لجن تور نشه. بعد هم تور کنیم به دو تا قالب یخ. گلاتون از دست فروش بخرید، همون که از این فرم هم که خیلی تازه ترم فرم. خب مونده برشون هم بیشتر دیگه، همون که وقتی هم از این فرم باشه خب شما خیلی بیشتر به گل میخرید. این هم واسه مصرف توی خونه گلاتون از دست فروش بخرید، همون که ازشون حمایت میشه، همون که ارزون تر و تازه تر بگرم چی بخرید. بعد شروع کنید ساقه هاشو کوتاه کردن. برگر که اینجا دارم حتما بچینید، چون باعث میشه حالا یه سمی چیزی ترشح میشه توی این ساقه هاشون ظاهرا، که اون باعث بوی بد و حالت لجن زدن و ایناشو میشه. دیگه توی گل، تو آب گل میتونید زغال بندازید، بوی بد جلوگیری میکنه از بوی بد. و قند هم میتونید مثلا یه حبه بندازید توی گلدونش. شما هم گلی؟ آماده شدم برم دیت. یه دونه فقط شرط لی انداختم روشو، شلوار لی و کراکس هم که چی بود ساشن جدیده. اما کاورم هم نوه، همین الان انداختم. میکی بازه فیلن.